بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم، به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و هدف از این برنامه ها همانطور که مستحضرید دادن دانش هرچه بیشتر بر اساس شواهد علمی و تجربی است که شما بتوانید با استفاده از آن یک بینش والاتر، عالیتر و سالمتری رو برای خودتون ایجاد بکنید و نتیجتاً از قیودات غیر انسانی رهایی پیدا بکنید. این مفهوم دانش، بینش و آزادی است. در این برنامه ها ما به هیچ گروه سیاسی و مذهبی خاصی تعلق خودمون رو ابراز نمی کنیم، اگرچه به تمام ایدئولوژی ها، هم از فلسفی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی اشاره می کنیم تا جایی که به موضوع ما ارتباط داشته باشه. مهمان عزیز بنده خانم دکتر نازنین معالی هستند. ایشان روانشناس و متخصص در مسائلی که اعتیاد به طور عام و اعتیاد به اختلالات مربوط به اقضیه یا پرخوری، کمخوری به خاطر عوامل مختلفه روانی و از همه مهمتر اون چیزی که امروز مورد بحث ماست، در مورد اعتیاد به مسائل جنسی است. این موضوع اگرچه در بین دوستان ایرانی یک مقدار حالت تابو رو دارد، ما می‌خواهیم به عنوان فقط محققین بنده و ایشون این مسئله رو بررسی کنیم و شما هم در انتهای برنامه سوالات خودتون رو مربوط به موضوع مطرح بکنید. به خاطر اهمیت موضوع شاید ما در دو سه جلسه باید این مسائل رو بررسی کنیم، ولی هدف امروز ما آن است که حداقل شما با اصول این مسئله آشنایی پیدا بکنید. خیلی خیلی خوشبختم که شما تشریف آوردین نازنین خانم و امیدوارم که بینندگان عزیز بتونن قدر این بیانات شما رو ببرن به حضرش رو. خیلی ممنون آقای دکتر از دعوتتون و سلام دارم به هم میهنان عزیز و خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. قربان شما. خانم دکتر معالی، اصلا اعتیاد یعنی چی؟ بله، اعتیاد اون حالت وسواس فکریه که انسانو به حالت اجبار در میاره، باعث میشه که دیگه انسان تمام زندگی خودش رو ول کنه و یک بعدو به صورت اجبار انجام بده و باعث میشه که خیلی از قسمت‌های مختلف انسان و زندگیش رو تحت تاثیر بذاره. ممکنه عواقب مالی داشته باشه، روابط رو تحت تاثیر بذاره، حالت روحی بسیار بدی براش ایجاد کنه و خیلی سخت هست برای دوستان وقتی که این مسئله اعتیاد هست که این اعتیاد رو قطع کنن. پس بیشتر حالت اجبار هست و وقتی که یک رفتاری رو به حالت بیمارگونه انجام بدی. آیا اعتیاد جوانب ارادی داره یا یک مسائلی هست درونی؟ یعنی شما وقتی میفرمایید که بنده وقتی یه ابسشنی دارم، بل، یک تعلق افراطی دارم نسبت به یه قضیه، آیا این به خاطر اراده‌ایه که من میکنم یا علائمش چیه، عوامل چیه؟ یعنی شما کجا میتونیم بگین که این اعتیاده؟ بله، در مقابل یه عادت. بله، چون عادت و اعتیاد با هم دیگه میتونه، بله، ارتباط داشته باشه، میتونن فرق بکنه. بله، خب خیلی نکته خوبی رو شما اشاره کردین، به خاطر اینکه حتی این رفتارهای جنسی ممکنه افراد مثلا پرفرنس های مختلفی داشته باشن، تفکرات ترجیحات. بله، ترجیحات مختلف داشته باشن، رفتارهای مختلف داشته باشن، ولی لزوما اعتیاد نباشه.
چیزی که باعث میشه که به صورت اعتیاد میشه که این وسواس فکریه، که خیلی باعث میشه که از درون انسان نشأت میگیره، یعنی از اون طرز تفکرش. وقتی که افرادی که اعتیاد دارن به مغزشون رو حتی اسکن میکنن، میبینن ساختار مغزشون هم متفاوت هستش، یعنی از طریق درونشون هستش که این افکار قدرت میگیره و رفتارشون رو تأثیر داره روش. آیا نکته جالبی رو بررسی کردیم؟ اولین سوال ساده اینه، من چجوری بفهمم که واقعا ادیکتد یا معتادم؟ بله، خب یه علائم مختلفی داره. یه قسمتش هستش که دوستان خیلی وقت میدونن که این براشون این رفتار مسئله ساز هستش و سعی کردن که این مسئله رو خودشون به خودی خود قطع کنن و نتونستن. خب این یه نشونش هستش که اگه شما سعی کردین که این رفتارتون رو حالا کم کنین یا قطع کنین و نتونستین، این یک نشانش هستش. یه نشانه دیگرش این هستش که برای دوستان مشکلات مالی ایجاد میکنه، مثلا از کارشون رو ممکنه از دست بدن، اون وقتی که با خانواده میخوان صرف کنن دیگه نمیتونن داشته باشن، چون به همش تو این فکر هستن که این اعتیادشون رو یه جوری مسئلهش رو حل بکنن. یا مسائل جسمی میتونه ایجاد کنه، ممکنه مریضی های مختلف ایجاد کنه، مسائل روحی. خیلی از مراجعین هستن که اقدام به خودکشی کردن، یعنی انقدر زیر فشار هستن که براشون مسائل دیگه ایجاد شده. و یه نشانه دیگه هم این هستش که دوستان براشون رفتارهایی که انجام میدن ریسکی تر میشه، یعنی حالا اگه قبلا محدودتر بوده، حالا میان بیشتر رفتارهای خطرناکتر میکنن که براشون مشکلات دیگه ایجاد میشه. یه نشانه دیگه هم هستش اینه که بعضی مواقع مسائل قانونی براشون ایجاد میشه. این انسانای خیلی محترمی هستن، ولی انقدر که این اعتیادشون ریشه دارتر شده که دیگه به کارهای دست زدن که دیگه از نظر قانونی براشون مشکل ایجاد کرده. اینا چندین نشانه هستش که دوستان میتونن فکر کنن و ببینن که آیا این نشانه ها رو دارن یا نه. به طور خاص در مورد اعتیادات جنسی، بله، آیا یه گروه خاصی هست یا اونطوری که حداقل تحقیقات بنده نشون میده ما نباید فکر بکنیم که این اعتیادات مختص به یه گروه بی سوادیه؟ بله. یا کسانی که همسر ندارن؟ بله. یه مقدار در مورد این هم آگاهی بدیم ما که آیا این یه چیزیه که میتونه هر کسی بهش مبتلا بشه؟ بله. یا یه گروه های خاصی هستن؟ بله، و دکتر خیلی به مسئله خوبی اشاره کردین، چون من حتی تو مراجعینی که تو دفتر خودم میان میبینن که از همه گروه های مختلف هستن، از ادیان مختلف هستن، خانوم هایی هستن که این مسائل رو دارن و آقایونی هستن، و از سنین حتی من 12-13 ساله هم میبینم که به این حالت دچار شدن. یعنی واقعا انقدر که مسئله پیچیده‌ای هستش، نمیتونیم به ظاهر یکی نگاه کنیم و بگیم که این شخص این اعتیاد رو داره، چون واقعا نمیدونیم که چه در پشت پرده میگذره. و واقعا مثل تمام اعتیادهای دیگه، تمامی گروه های مختلف رو میتونه بهش دچار باشن. یعنی اینکه در حقیقت اگه من درست شما رو فهمیده باشم، یک جوان میتونه این باشه؟ بله. مجرد میتونه باشه؟ 100%. یک کسی میتونه ازدواج کرده؟ بله. باشه، 4-5 تا بچه داشته؟ بله. باشه، ولی این اعتیاد به وجود بیاد؟ بله. به صور مختلفه؟ بله. میتونه انجام بشه. پس بیایم حالا یه سوال دیگه اساسی بکنیم. جنسیت، وقتی ما میگیم مؤنثه، مذکره، این آیا یک پدیده ایه که در تولد ایجاد میشه یا کالچورال آپبرینگینگ، یا این یه مسئله محیطی فرهنگیه؟ که شما زن میبینی خودت رو؟ چون ما یه اتانومی داریم. بله. و به یه معنی که به خود
اون میدیم. بله. واسه همین هم هست که اختلالات جنسی بله. میتونه که من مرد باشم بله. اللحاظ ابزار و آلات جسمانی بله. ولی اللحاظ فکری خودم رو مرد ندونم. بله. واسه همینه که انتقال جنس بله. میدم. بنابراین این سوال پیش میاد که آیا جنسیت ما بله. در زمان تولد ما صورت میگیره؟ آیا اصلا یه چیز جسمانیه بله. یه چیز فکریه یا مجموعه دوتاش؟ بله. خب نظرهای مختلف هست، همونطور که خودتون واقف هستین در این زمینه، ولی بر اثر تحقیقاتی که من کردم و خوندم این هستش که خب بیولوژیکال که قسمتش بیولوژی هستش که حالا جینتون به چه صورت هست، چه هورمونایی در موقع حاملگی مادرتون ترشح شده که شما جنسیت یعنی از نظر بیولوژی مرد یا زن هستین، ولی محیط خیلی میتونه اثر داشته باشه از همون کودکی. حالا چه رفتاری توی اون فرهنگی که هستین قابل قبول برای یک زن، چه رفتاری قابل قبول نیست برای یک زن، و این تجربه های اولیه زندگی خیلی کمک میکنه که شخص چجوری جنسیتش رو تعریف میکنه. این نکته ظریفه. پس یعنی این که در حقیقت شما آیدنتیتی جنسی رو در یک مجموعه ای از عوامل ارثی، محیطی و ارادی میبینید. درست میفهمم؟ پس اختلال یا اعتیاد به عبارتی که اختلال به وجود میارم اونده که شما اشاره فرمودین، در کدوم از این زمینه ها میتونه اتفاق بیفته به نظر شما؟ ارثی، محیطی یا ارادی یا مجموعه ستاش؟ خب خیلی میدونیم جنتیک همون ارثی خیلی میتونه تأثیر داشته باشه، چون حتی دوستانی هستن که میان با من وقتی صحبت میکنن سابقه بقیه اعتیادار در خانواده داشتن، مثلا حالا اعتیاد به قمار، اعتیاد به مواد مخدر، اینا بوده، یعنی اون پیش زمینه اونجا بوده خیلی. ولی انوایرمنت هم میتونه کمک بکنه، یعنی که خب چه رفتارهایی اون خانواده داشته، جامعه چه چیزهایی رو قابل قبول دونسته. و یه قسمت دیگه‌اش هم این هستش که حالات روحی شخصه، یعنی واقعا این اعتیاد به حالت گریز هستش، گریز از اون نابهنجاری که در درون انسان پیش میره که دوستان پناه میبرن به این اختلالات، به این کارها، و به صورت بیمارگونه بعضی موقع‌ها در میادش. خصائل ارثی بله، به اینا رو پیش گفتیم. من امکان داره پری دیسپوزیشن یعنی بله. قابلیت بله. قابلیت یک عادتی بله. در من وجود داشته باشه، ولی جنتیک دیسپوزیشن doesn't necessarily means activation، یعنی اینکه من میتونم قابلیتش رو داشته باشم بله. ولی اگر این رو ندونم بله. و آگاهی های لازم که این رو اکتیویتش نکنم بله. و ایجاد نکنم، اون موقع است که اختلال ایجاد میشه. درسته؟ بله. یعنی اینکه ما نمیتونیم تمام مشکلات خودمون بله. رو بندازیم گردن محیط بله. یا ارث بله. یا اراده، بلکه یه مجموعه کلیه. این بله. درست میفهمم؟ 100%. بله. خب حالا پس بیایم پرکتیکالی بله. عملی، میتونین شما به چند عامل بله. اشاره بفرمایین که از دوران بچگی بلخص بله. بهش توجه نشده که یک عاملی شده برای گریز بله. یا به عبارت دیگه در غمیس اعتیاد بله. بفرمایید. خب یه مسئلهش هستش که خیلی در سلامت روحی کودکان مهمه، همون اتچمنت، اون رابطه با مادر و هستش، یا پرایمری کیرگیور، حالا بعضی مواقع پدر هم میتونه باشه، که اون رابطه به چه صورت بوده، چقدر اون مادر در همون دوران اولیه زندگی حضور داشته و پرزنت بوده و پرنتینگش و همون چجوری کمک کرده که به بچه که اون شخصیتش رو شکل بگیره. یه قسمت دیگرش این ساختار خانواده است،
بعضی از خانواده‌هایی هستن که خیلی سیکرتیف هستن، یعنی توشون پنهانکاری زیاد هستش. وقتی پنهانکاری زیاد باشه، بعضی موقع برای دوستان شرم ایجاد شرم میکنه و این شرم و گناه یک پشوانه ایجاد میکنه، یه مسئله ایجاد میکنه این اعتیاد ریشه بگیره. یه قسمت دیگه هم که همیشه این نیست ولی بعضی مواقع ها یکی از عوامل میتونه باشه، این آزارهای جنسی در دوران کودکی، یعنی سکشوال ابیوز که وقتی بوده دوستان یاد میگیرن که یه خود براشون مسئله ایجاد میشه که حد و حدود و باوندری براشون. برای همین اون وقت در آینده میتونه اگه به درستی اون مسائل در مورد صحبت شده نشه، برای دوستان مسئله ایجاد بکنه. یکی از مسائل مهمی رو که شما اشاره فرمودین ارتباط بچه با پرایمری کردیور یا مادره، چون اون در سنین جنینی و در سنین اول این بایستی با این مادر یه ارتباط سالمی پیدا بکنه. خیلی ها مثل اونایی که به اتچمنت تئوری و یا رد ریاکتیو اتچمنت دیسوردر معتقدن، اینها معتقدن ارتباط و وابستگی سالم با مادر در حقیقت میتونه یه باند قویی ایجاد بکنه که خود فرد بتونه خودشناسی و استقلال و در عین حال با دیگری رابطه سالم ایجاد کردن رو در ذهن بچه ساختارش رو ایجاد بکنه. این کسانی مثل یونگ، کسانی مثل ادلر خیلی به اینا معتقد بودن. آیا مثلا اگر یه بچه با مادرش رابطه سالمی نداشته، بله، مادرش همیشه اونو رهاش کرده، بله، یا اگر در سنین اول این بچه مخصوصا اگه پسر باشه، بله، مادر طلاق گرفته رفته و بعد هی از این مادر به اون مادر به اون مادر رفته، بله، خیلی ها مثل یونگ دوباره معتقد بود که این باعث شده که این فرد در حقیقت به پارتنرهای مختلف رو بیاره، بله، نه به این که واقعا میخواد دنبال پارتنر بگرده، داره اون حس اولیه یه تعلق به مادر رو، بله، میخواد یه جا پیدا بکنه. شما تا چه حد با این مسئله روبرو هستیم و نظرتون چیه؟ خب این همونطور که شما گفتین اتچمنت بسیار مهم هستش، چون از طریق این اتچمنت سالم هست با مادر که کودک یاد میگیره خودش رو آروم کنه. و خیلی وقتا میدونیم که واقعا ریشه این اختلالات جنسی و ادیکشن، همین اعتیاد به مسائل جنسی، از این هست که دوستان رو میارن چون میخوان خودشون رو آروم کنن، اون مسئله روحیشون رو آروم کنن. حتی بچهای کوچیک میبینیم که به خود ارضایی برای اینکه میخوان انگزایتیشون، این اضطرابشون رو کم کنن، رو بیارن. واسه همین حرف شما خیلی درست هستش. یعنی در حقیقت پس ما هر چقدر رابطه سالم‌تر در ایام کودکی برای بچه هامون ایجاد بکنیم، شاید به خودشناسی اینها و استقلال فکری اینها و سالم بودن روانی اینا کمک میکنیم. بعد یه انسان دیگر رو وسیله قرار نمیدن برای ارضا، چون در حقیقت خودشون فکر میکنن یه وسیلهی قرار گرفتن برای ارضا خواسته های فرهنگی سنتی والدین. اریکسون یک کتابی داره به اسم Childhood and Society. این یه بیانی داره که در حقیقت معتقد هست اصلا حس تراست میستراست و حس من و دیگری و حرمت، اینا همش در همون 3 تا 5 سال اول ایجاد میشه. شما آیا با تجربیاتی که دارین، آیا ما میتونیم ریشه یابی مسائل شخصیتی اعتیادات جنسی رو
ببریم به همون جاها یا خیر. بله خب خیلی شما به درستی اشاره کردین، خیلی مربوطه که به قضیه تراست و میس تراست. یعنی دوستان یکی از مسائلی که هستش، نمیتونن که حتی در دوران وقتی که بالغ هستن و این روابط جنسی رو دارن که اعتماد کنن به پارتنرشون. یعنی واقعا چون اون تسک، اون کار در اون سن کامل نشده، دیگه براشون سلب اعتماد شده. یعنی وقتی که با همراهی که هستن، همسرشون هست یا هر کی هستش، نمیتونن اجازه بدن که اون خود واقعیشون رو نشون بدن، به خاطر اینکه واسه میترسن وانربل باشن. به همین دلیل اون شخص رو، اون کار رو به عنوان یک ابزار میبینن، جایی اینکه بهش اعتماد داشته باشن و یک رابطه انسانی باشه. نه بابا شما، یعنی در حقیقت پس چون خیلی ها اریکسون یکیش بوده، حتی من دیدم مذاهب جدید مثل دیانت بهایی، عبدالبها عباس معتقد بود که همین 5 سال اول شاید شاهراهای اصلی روحانی فکری رو در ذهن ایجاد میکنه. بیم حالا 30 دقیقه مونده، 15 دقیقه یه خطوط باز میشه، روابط جنسی وقتی که ما صحبتش رو میکنیم، شرقی ها خیلی این رو یه چیز صحبتشو نکن و حرفشو نزن و ولی اختلالاتو داره. در غرب اوور امفسس کردن، یعنی یه حالتی رو میبینیم که یک حقیقت علمی رو نمودار میکنه و اونم این است که ما دقیقا سکس رو نفهمیدیم. یه دست علمای معروف، اونایی که مخصوصا به دپت سایکولوژی معتقدن، اینها معتقدن که سکس در حقیقت اکسپرشنه، ریگرشنی، فقط یک پدیده جنسینی. و به همین دلیل هم هست که اگر شما با یه نفر رابطه جنسی داشته باشی که باهاش عواطف روحانی، هماهنگی فکری نداشته باشی، در حقیقت این فقط یه غریزه طبیعی رو دنبال کردنه و بنابراین اعتبار و اعتمادی بهش نی. شما هم میتونی مالتیپل پارتنر داشته باشی، همونطور که یه شیر داره، یه گربه داره و یه سگ داره. آیا شما، اگر از شما سوال بکنن من حیث علمی، سکس و روابط جنسی رو شما چجوری اصلا تعریف میکنم؟ بله. خب من از ترینینگی که داشتم، از تحصیلاتی که کردم، چیزی رو که یاد گرفتم، برداشت من برداشت سکس پازیتیو هست، یعنی روابط جنسی مثبت. همونطوری که شما داشتین صحبت میکردین، بعضی از جوامع به صورت سکس نگاتیو نگاه میکنن، یعنی روابط جنسی به عنوان چیز بدیه، صحبت نمیکنی، مواظب باشه وقت مریضی نگیری، تنها آموزشی که بعضی از مادر پدرها میدن مریضی نگیری، حامله نشی، یعنی واقعا میخوان مواظب باشن که فقط اتفاق بدی نیفته. ولی آموزشی که من داشتم، تحقیقاتی که من مطالعه کردم، این هستش که میگه همونطور که شما بهش اشاره کردین، میتونه به زندگی بها بده واقعا، اگه در چارچوب اون اخلاق و اون تعاریفی که شما دارین هر شخص داره باشه، میتونه زندگی افراد رو خیلی بهتر کنه، حالت روحانی حتی داشته باشه. واسه همین خیلی مهمه که من، به نظر من، که دوستان از اون برداشت منفی کنار بیان و با دید تازه‌ای بهش نگاه کنن، چون میتونه زندگیشون رو واقعا بهبود بده. یعنی در حقیقت من خوشحالم که شما این مسئله رو پیش کشیدین. بعضی ها نظر به عقاید خیلی مهمه. بله. شما مطمئنن میدونین که ما هر چقدر اعمالمون رو عوض بکنیم، احساساتمون رو کم و زیاد کنیم، ولی اگر عقایدمون رو عوض نکنیم، دیر یا زود برمیگردیم به همون اصل قضیه. طریقی که ما در مورد خودمون فکر میکنیم، یعنی آیا شما یک فردی هستی که زنی و کارت اینه که ارضای جنسی بشی، ارضای جنسی بدی، دو تا بچه بیاری، بعدش هم مادری بکنی، بعدش هم بری دنبال کارت، یا شما یک انسانی هستی که حقیقتت روحته، فکرته، و این
سکس هم یه اکسپرشن عشق هماهنگیه که با یه فرد دیگه ایجاد میکنی، هر چقدر خودت رو بالغتر بکنی مفهومت از اون روابط جنسی انسانی تر میشه. آیا این میتونه عدم توجه به اون اختلالات و اعتیادهای جنسی فراهم کنه؟ بله 100%. هر چقدر که افراد خودشونو به عنوان یک مجموعه فکر کنن که مجموعه روح و جسم باشن و اینکه به زنانگی یا مردانگیشون، یعنی به کل مجموعه بپردازن، و خیلی راحت تر میشن و رفتارها سالم تر میشه و واقعا خودشون رو بهتر میشناسن. چون همونطور که میدونین خودشناسی واقعا میتونه کمک کنه که افراد خیلی از این مسائل مثلا افراطی رو جلوشو بگیره. آفرین. پس شما با این حرف معروف دوست عزیزمون سقراط، شما سقراط رو میشناسین، خود را بشناس و این رفیق ما جناب یونگ وقتی اون کتاب معروف Undiscovered Self رو نوشت، یعنی یک حقیقتی که درون منه که نه مؤنثه نه مذکره نه جسمه نه فناپذیره، شما پس معتقد هستین که درجه اختلالات زیاد شدنش ارتباط غیر مستقیم داره با کمبود خودشناسی حقیقی؟ 100%. یعنی در حقیقت با خودشناسی هم یونگ و امثالش اینو میدیدن که یه قوای ناخودآگاه داریم، unconscious و یه دونه conscious. این میگفت خودشناسی یعنی بتونه این قوای ناپدید رو به ظاهر پدیدارش بکنی، هماهنگش بکنی، انسانیش بکنی. شما به این معتقدی؟ بله، من همونطور که شما واقعا به درستی اشاره کردین خیلی به این مسئله اعتقاد دارم و باور دارم، چون خیلی وقت هست دوستان میان رفتارها رو عوض میکنن ولی میرن در یک شرایط دیگه، در یک جای دیگه دوباره به همون مسیر دوباره کشیده میشن، به خاطر اینه که ضمیر ناخودآگاهشون رو باره نیاوردن به حالت کانشس بیارن، واسه همین دارن این الگوها رو، اون چیزهایی که درونشون هست رو دوباره اون رفتارها رو تکرار میکنن. پس ما میتونیم بگیم، هنوز به راه حل نرسیدیم، که وقتی انسان خودش رو یه پیس آف میت میبینه و دیگری رو هم یه وسیله میبینه، اینجا اصلا اساس روابط جنسی غلط شروع میشه. بله. میشه اینو گفت؟ بله. بنابراین توصیه شما، بله، برای یک کسی که این اختلالات رو داره، بله، برای اینکه خودش رو اسکرین بکنه، بله، بتونه به یه مقدار سوالات جواب بده، بله، آیا از جمله سوالاتی نیست که من خودم نظرم در مورد خودم چیه؟ بله 100%. ولی ریشهش همون هستش که خیلی از دوستان وقتی میان مراجعین میفهمیم که ریشه اینه که میگن من آدم بیارزشی هستم، یعنی برای خودشون حرمت نفس اونقدر ندارن، برای همین هستش که شما خیلی درست اشاره کردین ریشه مسئله همون مسئله حرمت نفس میتونه باشه. یعنی در حقیقت هر چقدر حرمت نفس رو ایجاد بکنیم، اون موقع یک فرد نمیره بدن خودش رو در اختیار بدن دیگری بذاره فقط به خاطر چند لحظه ارضای شهوات. ولی اگر ما بیایم مفاهیم خودمون رو عالی بکنیم، بله، شما که معالی هستی، عالی هستی، و بعد میبینیم که در حقیقت اون خودمون میشه یه سلف کنترول. بله. نیستین تو؟ بله. چون شما میتونی بری AA، بله، میتونی 1001 دیسپلین بدی، بله، ولی اینا میتونه در حقیقت تمپری باشه، بله، کنترل بشه، بله، خارجی، ولی کنترل حقیقی در این موارد درونی باید، بله، باشه. این رو
شما نظرتون چیه؟ 100%. اونا میگیم برنامهش هستش که آدم باید از نظر عمقی فکر کنه، همونطور که شما میگین ریشهش همینی که آدم حرمت نفس و شناخت خود واقعا مهمترین قسمت هستش. ولی همچنین مهم هست که دوستان یه جوری به یک مرحله برسن که آمادگیشو داشته باشن که به این خودشناسی بتونن رو بیارن. یعنی در حقیقت inferiority feeling همونقدر بده که superiority feeling بده. ما اینه که این اصلا اومدن یه چیزی روز کردن به اصلا superiority complex inferiority complex. inferiority یعنی این که من بدم و من اصلا خوب نیستم و من باید یه مردی بیاد ازم مواظبت کنه و هیچکی به من نگفته تو چقدر خوشگلی و هیچکی به من نگفته تو چقدر باهوشی. آیا از این جهت آیا خود اینها باعث نمیشه که در حقیقت ما آمادگی برای اختلالات و اعتیاداتمون بیشتر بشه؟ چون به قول شما برای اینکه از این حس کمبود و کم فکری در مورد خودم رهایی پیدا بکنم به یه اوپیومی افیونی پناه ببرم، آیا اینو شما تجربتون هستین؟ بله خیلی درست میگیم، به خاطر اینکه وقتی که همونطور که صحبت میکردیم اول برنامه اتچمنت سالم نباشه، ما یاد میگیریم که نیازامونو، نیازای روحیمونو به جای اینکه به خودمون اتکا کنیم از افراد دیگه بخوایم. مثلا بخوایم که ما رو ولیدیت کنن، به ما بگن چقدر خوبیم، چقدر ارزشمندیم و هر کاری رو حتی دوستان حاضرن دست بزنن که این ولیدیشن رو بگیرن. ولی وقتی که اگه رو خودش انسان کار کنه یا پرنتینگ یا مثلا مادر پدری باشه که کمکش کرده باشن، این احساس از درون افراد بیاد، اون باعث میشه که عزت نفس انسان بالاتر باشه و خودش رو بیشتر بشناسه. در این 15-16 دقیقه انقدر شما جامع و کامل صحبت میکنید، اصلا اینها نمیخوان بیان و مسئله رو مطرح کنن. من میخوام دوستان بدونن که آزادن در مورد سوال. ابداً هم کسانی که به این دردها مبتلان بحث بد و خوب نی، آدم های بدی نیستن، آدم های مریضی نیستن. شما انسان بالاتر از بیماری ها و چالش هاست. یه مقدار در مورد این هم اگر بفرمایید که دوستان در حقیقت آماده باشن بتونن کمک بگیرن. ما هممون مبتلاییم و نباید فریب این ظاهر رو بخوریم و بذاریم که ماها قضاوت بشیم. و چه خوبه که افراد قضاوت نکنن که اون وقت این کسانی هم که به این درد ها مبتلان نرن در خلای خودشون عمیق‌تر و عمیق‌تر به این تنگناها برن. مطالبی بفرمایید، ممنون میشم. بله، همونطور که خودتون اشاره کرده این مسائل خیلی پیچیده هست، از دوران کودکی یه قسمتش ارثی هستش و واقعا مثل اینه که حالا ممکنه که هر مشکل دیگر چالش دیگه که شخص داشته باشه مثل همون میمونه و وقتی آدم راهکار درست رو بدونه، یاد بگیره در موردش، میشه مثلا رو حل کرد به راحتی. و واقعا این به قولی که صحبتی که شما کردین، این نیستش که یک دوست بالاتر از کس دیگه اگه این مسئله رو داره. موقعیت‌های مختلفی بوده که این دوست رو در این مرحله این مراجعه رو قرار داده. واسه همین فقط مهم اینه که یاد بگیر متوجه بشه اول که این مسئله رو داره، قبول بکنه و دنبال راهکارش بره. یه عده ازدواج میکنه. آیا این طرز فکر صحیح حتی در روابط جنسی در ازدواج تأثیر میذاره؟ بله 100%. میتونه کمک کنه که اگه افراد خودشون رو بشناسن میتونن روابط جنسیشون در چارچوب ازدواجشون خیلی بهتر بکنن، میتونن که واقعا تغییر بدن اون مدلی که ارتباط برقرار میکنن در روز مسئله روزمره با همراهشون و همسرشون. نه بس بنابراین ازدواج به خودی خودش چیزی رو حل نمیکنه اگر ما این افکار رو بله. اگر فرض کنید من اعتقاداتم این باشه که برای این که ارضای شهوات بکنم باید عروسی کنم با یه زنی و اون زن رو فقط وسیله‌ای بگیرم، ما این رو که توصیه نمی‌کنیم چون میتونه این خودش به اختلال کمک بکنه و بنابراین این فیدلیتی ها رو بیشتر بکنه.
شما نصیحتت به عنوان بله. یک دوست پروفشنال بله. به یک جوونی که به این مسائل فشارهای جنسی مبتلاست بله. و راه حلش رو در این دونسته که پدر و مادر و یا فرهنگ غلط یا نابالغ بهتر بله. بهش میگه بیا و ازدواج کن بله. و بعدم ازدواج میکنه، بعد از 2 سالم بله. طلاق میگیره. شما پیشنهاد چیه که اینها اگر این ارجاع رو دارن بله. آیا ازدواج راه حلشه فقط بله. یا چیزهای دیگر باید در نظر بگیرید؟ خیلی شما صحبت درستی دارین میکنین، چون خیلی وقتا بعضی از مراجعینی که من میبینم تو مطبم دوستانی هستن که ازدواج کردن و این اعتیاد اصلا کاری نداره در مورد رابطه جنسی، حتی بعضی مواقع نیست. بعضی مواقع در این زمینه هستش که دوستان این رفتار به عنوان راه حل مسئله انزایتیشون میدونن که غلط هم هست. بله بفرمین جانم، بفرمین، شما روی خط هستیم، بفرمایید. خب مثل اینکه شما جواب سوالشون دادید. یعنی در حقیقت ما توصیه‌مون اینه که فکر نکنید بله. ازدواج یا راه فرار از اعتیاده. و حتی میتونه دوستان اون همسرشون هم درگیر این مسئله بکنه، به خاطر اینکه خیلی مسئله‌ای که من میبینم دوستانی که تو این روابط هستن همراهشون همسرشون فکر میکنه من یه کاری رو دارم غلط انجام میدم، یه اشکالی به من هست که این دوست این همسرم به اعتیاد رو آورده، که اصلا در این زمینه مربوط نیستش. بیشتر در مورد مسئله‌ای که چه میگذرد درون اون ذهن و جسم اون شخصی که به این اعتیاد دوچاره. شما یعنی در حقیقت معریج رو، ازدواج رو، ما علاوه بر مفاهیم فرهنگی، اجتماعی، مفاهیم انسانی، روحانی، فکری میخواییم بگیریم و توصیه بنده به شما شاید به عزیزان اینه که سعی نکن ضعفای درونی خودت رو فقط توسط ازدواج ناسالم بله. خونسا بکنی، چون هم خودت رو اسیر میکنی هم یه فرد دیگر رو بدبخت بله. میکنی و بعدم به خاطر فرهنگ وامیسی بله. و نسل بعدی رو آسیب میزنی. درست فهمیدم؟ بله. قربان شما، بفرمین. الو، سلام عرض میکنم. بفرمین، خوش آمدین. مرسی از برنامه خوبتون، خیلی ممنون. من فقط میخواستم ببینم که آیا این همجنسگرایا واقعا مریضن یا واقعا این شکلی به دنیا میان، یا اعتیاد یا روابط خانوادگی، نمیفهمم این. بله، خیلی ممنونم از تلویزیون توجه فرمایید. ممنونم از تلفن. بفرمایید. خب دیدگاه های خیلی مسئله جنجالی هستش و دیدگاه های مختلفی هستش در این زمینه. برداشتی که من دارم، همونطوری که شما حتما اطلاع دارین، تحقیقات کینزی هستش بله. که روابط زن بودن و مرد بودن یک حالت سفید و سیاه نیست، یک طیفی داره که دوستان بر همه انسان‌ها در یک جایی در این طیف قرار دارن. حالا بعضیا وسط هستن، بعضیا بیشتر به سمت راست یا چپ هستن. من فکر می‌کنم که مسئله گرایش جنسی یک قسمتیش به این بستگی داره که شما کجای این تیف هستید و چه در چه انوایرمنت و در چه محیطی هستید. بله، یعنی شما خیلی حکیمانه و با نهایت درجه قدرت جواب مسئله رو دادین. اولین چیزی رو که بایستی ما در نظر بگیریم اینه که مریضم و من مریضم، تو مریض نیستی، اینها رو بذاریم کنار، بگیم اینا همه انسان هستن، در مراحل مختلفه بلوغ فکری هستن، عوامل زیادی به این مسائل منجرشون کرده و ابدا ربطی به تحصیلات شما، دین شما نداره. دین میتونه یه عامل قوی کنترل کننده باشه، ولی اینها الان ما میفهمیم همونطور که از این جلسه شما عزیزان دستگیرتون شد، اینا خیلی بیشتر مسائل درونیه. این است که قبل از اینکه ببینیم همجنسگرایی بده یا خوبه، ما باید اصلا ببینیم
جنسیت ما در چی هست و چگونه این ایجاد میشه. بنابراین بستگی به نظریات مختلفه، طیفای مختلفه، اعتقادات مختلفه هست، ولی البته صد البته هیچ چیزی جای یک ارتباط سالم بین مرد و زن رو نمیگیره و وقتی که این ارتباطات سالم نی، اختلالات ایجاد میشه و اختلالات میتونه بررسی بشه، کمک بگیرن، به شرطی که مردم قضاوتشون نکنن، لیبلشون نکنن، ریدیوسشون نکنن. بفرمایید. بفرمایید. جانم بفرمایید قربان. سلام قربان. بفرمایید. من فقط یه سوال داشتم. بفرمایید قربان. اسلام چه اشکالی داشت که شما بهایی شدین؟ بله، به تلویزیون توجه بفرمایید. اولا من در این جلسه، جلسه علمی است، در مورد موضوع سوال بفرمایید، ولی چون سوال کردیم بنده عرض بکنم هیچ دینی اشکالی نداره. سروران عزیز من، ما بایستی نگاه بکنیم به زمان حاضر، عصر حاضر، دوره بلوغی خودمون و ببینیم اعتقاداتهای مختلفی که در عالم هست، ادیان مختلفه، فرهنگهای مختلفه، فلسفه‌های مختلفه، کدومش ما رو یک انسان سالمی میکنه برای خودمون و برای دیگری. یکی از بزرگترین درسایی که ما امروز و در سایر جلسات به دوستان عرضه کردیم آن است که برتری و بهتری رو باهاش بریزین دور، به جاش بگین چه چیزی متناسب تره. چون وقتی یه کاری، یه دینی، یه عقیدهی برای دوره 5 ساله من هست، اگه من دوره 15 سالگی استفاده بکنم اون دینه بد نبوده. ما روش کردیم و بنابراین ما یه نظریه جدیدی میاریم و همیشه هم بدونید هیچ موقع ادیان مردم رو مورد قضاوت قرار ندین. هر کسی مختاره دین خودش رو انتخاب بکنه، ولی وقتی دینت رو انتخاب میکنی حرمت برای دیگران داشته باش، چون این حرمتی که مهمه، آزادمنشیه که مهمه. امیدوارم که سوالات بعدی شما در مورد موضوع باشه و نه در مورد مسائل ایدئولوژی. بفرمایید. الو جانم بفرمایید قربان. جناب ریاضتی. بله بفرمایید، روی خط هستین روی تلویزیون. خواهش میکنم، من این سوال داشتم راجع به ازدواج صحبت کردید شما. من میخواستم بدونم آیا این مسائلی که صحبت میکنید با ازدواج های زودرس میتونه حلی باشه یا نه، و اگر اینطور هست حتی اقل سن ازدواج خانم دکتر چه پیشنهاد میکنند، و اگر مینیمم تفاوت بین دختر و پسر از نظر سنی اگر زیاد یا کم باشه این چه نتیجه ای، یعنی نتیجه چقدر باید باشه که مسائلشون کم باشه. خیلی خیلی ممنونم از این سوال پخته شما، خیلی متشکرم. از تلویزیون توجه بفرمایید. این دوست عزیز خیلی اشاره خوبی کردن که انسان از نظر جنسی چه سنی به این بلوغ میرسه که بتونه روابط جنسی رو داشته باشه، و یه قسمت دیگرش هم اینه که خودش رو بشناسه. و این خیلی مسئله همون جنجالی باز هستش، خیلی به فرهنگ‌های مختلف بستگی داره، به مسائل ارثی بستگی داره، ولی به نظر من بهترین موقع اون موقعی هست که شخص شخصیتش ساخته شده تا یه حدودی، جنس خودش رو خوب میشناسه، به حالت میتونه رابطه بالغ برقرار کنه و میتونه خیلی متفاوت باشه بر اساس اینکه چه جامعه‌ای باشه، کجای دنیا باشه و چه باورایی داشته باشه. آفرین به شما. و میدونین بلوغ هم یه بلوغ جسمانیه، یه بلوغ فکریه، یک بلوغ روحانیه. ما معمولاً بایستی فرصت بدیم که افراد این بلوغ فردی رو طی بکنن. ازدواج موقعیه که هماهنگی در بین بلوغ ایجاد میشه. البته سن بلوغ چی هست؟ از لحاظ جسمانی شما یه سنی داری، بعضی ها خیلی مطالب رو در سن 15-16 میگیرن،
بعضی ها مثل یونگ معتقد بود که اصلا بلوغ انسان ها برای تجزیه و تحلیل شاید بعد از سن 40 ایجاد میشه. بنابراین ما نمیخوایم اینجا بگوییم که چه کسی بالغ است چه کسی بالغ نیست، ولی ما میگوییم که بیاین مفهوم ازدواج رو بفهمید. ازدواج رو به عنوان یه حسن متینی بگیرین که میتونه در بلوغ دوتاتون کمک بکنه، نه اینکه اسیرتون بکنه. بنابراین اگر این رو ما معیار بگیریم، یک فردی که 50 سالشه نمیره با یه دختر 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله، 15 ساله ازدواج بکنه. چرا؟ چون اون موقع اختلالات ایجاد میشه. شما زیر بنای فکرتون باید این باشه سروران عزیز که هدف از ازدواج آیا یک پدیده جسمانیه یا روحانی انسانیه؟ آیا شما میخواییم بچه هایی که به وجود میان از این اقتران شما، میخواین اینها فقط به عنوان نتیجه ارضای شهوات شما باشن؟ میخواین فقط یه دومی داشته باشین، نسلی داشته باشین، یا میخواین در حقیقت یه بحرانهای درونی رو سرپوش بذارین؟ یا نه، ما اینقدر بالغ شدیم که درجات اشتراک فکری و روحیمون، قدرت هامون بر ضعف هامون غلبه داره و مثل به قول عبدالبها عباس مثل دو باله پرنده میشیم که بتونیم پرواز کنیم. ولی خوب دقت بفرمایید، دو بال باید هماهنگ پرواز کنن. اگه یک بال ضعیف نابالغه و بال دیگه داره کنترلش میکنه، که نه تنها اون بال ضعیفه میشکنه، این بال هم نمیتونه پرواز کنه. بنابراین پرواز نه زن نه مرد، پرواز یه پدیده مکمله دوتا هست، همونطور که خانم دکتر بهش اشاره فرمودن. بنابراین سن باید سن بالغ باشه. تمام تجربیات بنده نشون میده که سن 15 به بعد شاید سالمتره، چون یه استقلالات فردی فکری روحی ایجاد شده در فرد. نظر شما چیه؟ ما دو دقیقه داریم. بله، شما خیلی درست اشاره کردین که این بلوغ فکری و جنسی و جسمی خیلی مهم هست و روحانی. و یه قسمت دیگه که دوست عزیز اشاره کردم من فراموش کردم در موردش صحبت کنم، این بود که گفتن آیا ازدواج زودرس میتونه مانع ایجاد اعتیاد جنسی بشه؟ نظری که من دارم بر اثر چیزی که میبینم با مراجعین عزیز این هستش که خیر، این همش در مورد این شخصی که اعتیاد رو داره و چه بر خودش میگذره. و واقعا اگه بهترین انسانم در مقابلش بذارین، وقتی این دوستمون آمادگی رو نداره، ممکنه دوچار به همون اختلالات بشه. یعنی سروران عزیز، ازدواج رو به عنوان حربه استفاده نکنید که قایم بشید. اگر معتادین فکر نکنید تو مسجد و مشغل اسکار و اینها اگه قایم بشین حل میشه. بایستی خودتون با خودتون روبرو بشین و کمک بگیرید. خودتون رو کوچیک نکنید، خودتون رو بزرگ ندونید، انسانید. ما بایستی همدرد هم دیگه باشیم و اصلا هدف این برنامه ها ایجاد حس همدردی انسانیه. بنابراین همونطور که اشاره شد، ازدواج زودرس میتونه یه مقدار نابالغ ها رو، اینها رو برای مدتی سرپوش بذاره. ولی خوبه ای دقت بکنید، اگه مشکلی با شما هست، مشکلی با من هست، این مشکل با عوض کردن وضعیت که از بین نمیره که. وضعیت، محیط میتونه کمک بکنه ولی نمیتونه از بین ببره. این است که ما به اراده درونی خیلی معتقدیم. من قبل از هر چیز باید تشکر بکنم از نازنین خانم عزیز، خیلی خیلی لطف فرمودین، مسائل رو بررسی کردین. این مسئله ابتدا داره، انتها نداره. حالا که ما این فتح رو باز کردیم، من سعی میکنم هرچه زودتر نازنین عزیز رو دعوت بکنم و با هم محاوره بکنیم. خواهش بنده این هست در مورد مسئله صحبت بفرمایین و واقعا روی این مطالب فکر بکنید، تعمق بکنید، تا بتونید سوالات
درخشنده تر و برازنده تر بکنید. با این مقدمات اصولی و عرض تشکر از نازنین خانم عزیز از شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده. خدا نگهدار.